به بهانه شرکت نتورک با هم دوست شدیم هر شب با هم رابطه داشت و بعد از اینکه پولم رو گرفت مثل دستمال کاغذی با هم برخورد کرد سلام و درود به رفقای عزیزم امیدوارم که حالتون عالی باشه پرونده‌ای که امشب براتون روایت میکنم مربوط به اتفاقات عجیبیه که یه شرکت هرمی و مجموعه خودش رقم میزنه و باعث میشه تا این وسط علاوه بر اینکه پول افرادی خورده میشه به چند تا دختر هم تعرض میشه عزیزای دلم ممنون میشم ویدیو رو لایک بکنید و کانال رو سابسکرایب بکنید تا بقیه دوستانمون هم بتونن ویدیو رو ببینن همچنین ممنون میشم کانال پادکست روایتمون رو که درش داستان هایی که خودتون برام میفرستید و من براتون روایت میکنم رو از قسمتی که بهتون نشون دادم سابسکرایب بکنید بریم وارد پرونده بشیم تا جزئیات ماجرا رو به طور دقیق بررسی بکنیم 8 دیماه سال 1397 دختری حدوداً سی ساله در حالی که به شدت حالت افسرده ای داشته به اداره پلیس مراجعه میکنه و توی گزارشی راجع به اتفاقات هولناکی که براش افتاده بوده همه چیز رو برای مامورا تعریف میکنه شیوای سی ساله به مامورا میگه اولش فکر میکردم که خوشبخت دختر روی زمینم اما الان میبینم که ازم سوء استفاده شده و بعد از اینکه کارشون رو انجام دادن من رو مثل یه دست ملکا کاغذی که کثیف شده دور انداختن و حاضر هم نیستن تا جوابم رو بدن این دختر میگه حدودا نه ماه پیش از طریق یکی از دوستای دوران دانشگاه هم با شرکتی آشنا شدم که ادعا میکرده ظرف مدت زمان خیلی کم میتونه تا پولمون رو تا چند برابر افزایش بده من اولش باور نمیکردم که چنین چیزی وجود داشته باشه از طرفی به لحاظ مالی وضعیت بدی نداشتم برای همین هم تمایل چندانی پیدا نکرده بودم که چنین کاری انجام بدم اما دوستم خیلی اصرار کرد و ازم خواست حتی اگه شده یه بار به اون مجموعه سر بزنم بعدها فهمیدم که این شرکت هرمی بوده و هر نفری که به اونجا میرفته اگه نفرات دیگه ای رو معرفی میکرده پول بیشتری دریافت میکرده شیوا میگه خدا رو شکر به واسطه یه خانواده خوبی که داشتم تونسته بودم تا تو رشته داروسازی همون دانشگاه مشهد قبول بشم و مدرکم رو گرفته بودم در حال حاضر هم توی یه بیمارستان و یه مرکز داروسازی فعال به کار هستم الان بالای هشت ساله که دور از خانواده هستم و جدای از اونها زندگی میکنم. پدر و مادرم هنوز در جریان این ماجرا نیستن و اگه بفهمن که من این کار رو انجام دادم من رو اصلا نخواهند بخشید اونها به قدری به من اعتماد داشتن و میدونستند که اجازه نمیدم تا آبرومون و زندگی خودمون خدشدار بشه که اینجا برام یه خونه اجاره کردن و خودشون هم پیشم نموندن تا من راحت باشم به درخواست دوستم نسرین بعد از یک ماه قبول کردم تا به اونجا برم من در طول دوره دانشگاه به هیچ عنوان به اندازه یه سه چهار ماهی که توی این شرکت رفت آمد داشتم با هیچ پسری تعامل نداشتم به محض ورود به شرکت با پسری به اسم محمد رضا آشنا شدیم که مدعی بود که از طرف شرکت موظف تا سوالات ما رو پاسخ بده و راهنمای ما باشه پسر به شدت جذابی به نظر می رسید. اون روز تو یکی دو ساعتی که توی دفتر اصلی شرکت اطراف بلوار هاشمی نژاد مشغول صحبت با محمد رضا شدیم من کلیت ماجرا دستم اومد و فهمیدم که قضیه چیه شرکتی که نسرین انقدر اسمش رو به سینش می زد یه شرکت نتورک مانند بود برای خودش اعضا جذب می کرد از سرمایه اونها استفاده می کرد و توی بازارهای مختلف سرمایه گذاری می کرد و به این طریق بعد از اینکه سود به می خودش و صاحب سرمایه رو از این سود متنعم می کرد اما توی رفت آمد های بیشتر متوجه شدم که شرکت فقط درگیر همین موضوع نیست کارهای دیگه هم انجام میده روابط دختر و پسر توی این مجموعه خارج از عرف بود و من خودم اونجا شاهد بودم که دخترها و پسرها خیلی راحت با هم رفیق می و براشون هم مهم نبود که بینشون چه اتفاقی میافته شیوا میگه متاسفانه من هم تحت تاثیر این فضا قرار گرفتم خود نسرین هم حتی با یکی از پسرهایی که اونجا بود ارتباط گرفته بود و با هم دوست شده بودند راجب به زندگی نسین یک ماهی میشه که هیچ اطلاعی ندارم و باهاش به شدت دعوا کردم چون که اون باعث شد که من درگیر این ماجرا بشم اما راجع به زندگی خودم باید بگم که الان که فکر میکنم میبینم همه چیز برنامه ریزی شده بوده و اونها سعی داشتن تا نه تنها من و وجودم رو بلکه سرمایم رو هم از دستم در بیارم و سرم کلاه بذارن شیوا میگه من کلا دو ماه و خورده با محمد رضا توی اون شرکت رفت آمد کردم رفتار و منشش به قدری زیبا بود که من تحت تاثیر قرار گرفته بودم و ناخواسته بهش علاقه مند شدم اون هم جواب احساسم رو میداد و متقابلا با هم برخورد خوبی داشت همه اینها باعث شد تا من عجولانه برخورد کنم و بدون در نظر گرفتن چیزی و تحقیقاتی به جواب خواستگاری محمد رضا جواب مثبت بدم کاش کی این کارو نمی کردم و زندگیم رو نابود نمی کردم شیوا میگه تمام مشکلات من تازه بعد از اینکه با محمد رضا نامزد کردم شروع شد نامزدی ما فقط در حد یه حرف بود و حتی خطبه و وسیقه هم بین ما خونده نشده بود محمد رضا کاری کرد که من خودم رو توی این پنج ماه بهش باختم و به طور کامل در اختیارش بودم این زن در تشریح ماجرایی که براش اتفاق افتاده میگه بلافاصله بعد از اینکه اسمن با هم نامزد کردیم محمد رضا رفتار ش با هم صمیمیتر شد و خودم ازش خواستم تا به خونه من بیاد و با هم زندگی کنیم تا به حال حتی یه بار هم نشده بود که با یه پسر اینقدر صمیمی برخورد کنیم و اینقدر اجازه بدم که به هم نزدیک بشه شیوا میگه من به خاطر محمد رضا مجبور شدم تا هیچی به خانوادم نگم آخه اون راضی نبود و میگفت فعلا هیچ اتفاقی نیفتاده و فعلا قراره که تا همدیگر رو بشناسیم ارتباط ما و رابطمون بعد از اینکه بعد از چند شب زندگی مشترک رابطه جنسی رو تجربه کردیم بهتر و قویتر هم شد محمد رضا خیلی بهم هم امید و انرژی میداد و کنارم بود هر روز پر انرژی تر از دیروز می شدم اما به محض اینکه خواسته هاش رو برآورده کردم دیگه نتونستم محمد رضا سابق رو پیدا بکنم شیوا در حالی که گریه میکنه میگه این پسر توی این پنج ماه من رو یک شب هم به حال خودم رها نکرده بود و هر شب توی خونه به طرق مختلف با هم رابطه جنسی برقرار میکرد اوایل اذیت نمیشدم و همه چیز خوب بود اما به مرور قشنگ احساس کردم که یه جورایی در حال سوء استفاده ازمه بعد از اینکه کارش تموم می خیلی بد با هم برخورد میکرد. هیچ توجهی به هم نمی کرد و منم خیلی اذیت می شدم مامورا ازش میپرسن که این حالت دقیقا از کی شروع شده بود شیوا هم میگه دقیقا از وقتی که من همه سرمایهام رو یعنی 800 میلیون تومن پولی که داشتم رو به محمد رضا داده بودم تا توی اون شرکت سرمایه گذاری بکنه شیوا میگه بعد از گرفتن این پول محمد رضا دیگه اون آدم سابق نشد این دختر میگه من احمق فکر میکردم محمد رضا آدم درست و حسابیه و بهش اعتماد کرده بودم و بابت پولی که بهش دادم هیچ مدرک و سندی ازش نگرفتم من حتی بابت نامزدی که اسمن بینمون اتفاق افتاده بود هیچ کاغذی ندارم که بتونم ثابت کنم و یه جورایی احساس میکنم که با هم ازدواج سفید کردیم شیوا میگه رفتارهای محمد رضا این اواخر دیگه خیلی بد شده بود جوری که اصلا قابل تحمل نبود الان که فکر میکنم میبینم که اون با هدف داشته این کارها رو میکرده تا من ازش بدم بیاد و تصمیم بگیرم که از هم جدا بشیم همونطوری که توی سه ماه کاری کرده بود که عاشقش بشم توی یه ماه کاری کرد که ازش متنفر بشم خودش رو به شدت آدم بدبینی به من نشون داد اجازه نمیداد به سر کار برم و هر بار تلفنم رو چک می کرد و وقتی میدید که همکارای مردم با هم تماس گرفتن توی خونه علمشنگه به پا می کرد و می گفت تو حق نداری با مردا ارتباط داشته باشی این رفتاراش باعث شده بود تا حسابی اذیت بشم چند باری باهاش حرف زدم اما مدام می گفت من همینه که هستم و دیگه اون آدم سابق نخواهم بود اگه خوشت نمیاد میتونیم از هم جدا بشیم به قدری عصبی بودم که دیگه نتونستم تحملش کنم و حدودا یک ماه پیش تصمیم گرفتیم تا از هم جدا وداب الشيء خاک بر سر من که توی این هفت هشت ماه زندگیم رو فدای همچین آدمی کردم و نه تنها جسمم رو که هم روحم و هم سرمایم رو هم در اختیار این فرد قرار دادم شیوا میگه نسرین باعث و بانی این ماجرا شد و اگه دوستم نبود از اون هم شکایت میکردم ولی میخوام که به درد سر نندازمش این دختر در پایان سالات خودش میگه در حال حاضر از شما درخواست دارم تا هرچه سریعتر این فرد رو پیدا بکنید و پولم رو ازش پس بگیرید شیوا میگه من از بابت اینکه اون آدم به خونم اومد و با هم بد رفتاری کرد شکایتی ندارم و قبول دارم که باهاش نامزد شده بودم اما از بابت پولی که بهش دادم نمیخوام پولم دستش بمونه و ازتون میخوام تا کمکم بکنید مامورا از شیوا میخوان تا اگه مدرکی در رابطه با این قضیه در دست داره در اختیار پلیس قرار بده شیوا هم اسنادی که مربوط به انتقال و جابجایی پولش بوده رو نگه داشته بوده و در اختیار مامورا قرار میده این دختر میگه من توی این یک ماه که از محمد رضا جدا شدم بارها به شرکت رفت آمد داشتم و ازشون خواستم تا پول من رو پس بدن اما گفتن که من پول رو به محمد رضا دادم و باید از خودشم پس بگیرم و به اونها هیچی ندادم ولی این پسر به هیچ عنوان توی این مدت جواب من رو نداده و آخرین باری که باهاش حرف زدم بهم گفته که من بهش هیچ پولی ندادم و هیچ بدهی هم از این بابت بینمون وجود نداره مامورا اظهارات این فرد رو ثبت می‌کنند و با توجه به مشخصاتی که شیوا در اختیار پلیس قرار داده بوده تحقیقات خودشون رو برای پیدا کردن محمد رضا آغاز میکنن همه ماجرا این نبوده و او یا داخل این شرکت اتفاقات دیگه ای هم رخ داده بوده نسرین دوست خود شیوا هم دو روز بعد از شکایت شیوا راهی اداره میشه و طی گزارشی از فردی به اسم سیروس که تجاوزهای مکرری به این دختر داشته شکایت می‌کنه. نسرین توی اداره پلیس تو اظهارات خودش میگه دیگه از دست این آدم خسته شده بودم و نمیتونستم تهدیداش رو تحمل بکنم این زن به مامورا میگه از طریق فضای مجازی با این شرکت آشنا شدم و بار اول خودم تنها به اونجا رفته بودم نسرین میگه من توی زندگی این فردی رو داشتم که قرار بود با هم ازدواج بکنیم اما به واسطه ای اتفاقاتی که توی این مدت برام افتاده این فرد منو ترکم کرده و توی زندگیم به شدت شکست خوردم این دختر در تشریح اتفاقاتی که براش رخ داده میگه بعد از اینکه توی فضای مجازی کمی راجع به این شرکت تحقیق کردم متوجه شدم که فعالیتش به طور قانونی و پروانه و مدارک مورد نیاز از جاهایی که باید داشته باشه رو داره و از اونجایی که مقداری پول داشتم و میخواستم سرمایه گذاری بکنم تا پولم بیشتر بشه برای همین هم به اونجا رفتم و با افراد حاضر در اون محیط ارتباط گرفتم اوایل همه چیز خوب بود و هیچ مشکلی هم نداشتیم من حتی دوست خودم شیوا رو هم ترغیب کرده بودم که به این شرکت بیاد و سرمایه گذاری بکنه مامورا به این دختر میگن که دوستش هم برای شکایت به اداره پلیس آگاهی اومده بوده و گزارشات اون رو هم ثبت کردن نسرین میگه اشتباه هم همینجا بود که باعث شدم تا زندگی اون هم نابود بشه قبل از اینکه بدونم توی این شرکت چه خبره نباید کاری انجام میدادم نسرین میگه به واسطه اعضایی که اونجا بودن با فردی به اسم سیروس آشنا شدم که طبق گفتهاش از کارشناسای شرکت بود و اونجا به صورت اداری کار میکرد همه ی قرار و مدارها و کارهای لازم رو با سیروس جلو می بردم یک درصد هم فکر نمی کردم که اینطور بشه ارتباط من و سیروس بنا به رفتارهای خود این فرد به مرور زمان بیشتر و بیشتر شد و بعد از گذشت چند ماه دیدم که اون بیشتر از دوست پسرم توی زندگی من حضور داره و تقریبا از همه چیز اطلاع داره من احمق چند باری اون رو به خونمون دعوت کرده بودم و اون حتی خانواده من رو هم شناخته بود نسرین میگه نمیدونم چطور شد که اجازه دادم تا این فرد به هم نزدیک بشه اولین بار سه ماه پیش بود بعد از اینکه کلی با هم صمیمی شده بودیم و من اون رو یه جورایی رفیق نزدیک خودم میدیدم طبق معمول به خونمون دعوتش کرده بودم تا کمی با هم باشیم الان که فکر میکنم میبینم که سیروس با برنامه جلو اومده بوده و هدفش همین بوده که بتونه به من خیلی نزدیک بشه و یه جورایی با به دست آوردن آتو از من کاری بکنه که من دیگه سراغ اون شرکت و پولم نرم نسرین میگه به هیچ عنوان فکر نمیکردم که این آدم سعی بکنه تا با هم چنین کاری بکنه پدر و مادرم اون روز خونه نبودن و من تنها بودم بیشتر هم هدفم از صدا کردن سیروس به خونه حرف زدن در رابطه با پولم و سرمایم بود که در اختیارش قرار داده بودم اما این مرد اون روز از موقعیت من سو استفاده کرد و مدام سعی کرد تا بهم هم نزدیک بشه من هر چقدر سعی می کردم تا باهاش کاری حرف بزنم اما اون بهم به نزدیک می شود. کنارم می نشست و سعی می تا بهم به دست بزنه اون روز حسابی اذیتم کرد یه جورایی از خودم بدم اومد و ازش فاصله گرفتم و گفتم بهتره که این کارها رو انجام نده چرا که من دوست پسر دارم و میخوام که رفاقتی که با هم داریم خراب نشه نصری میگه متاسفانه سیروس به حرفم گوش نداد و اون شب علی رغم مخالفت های من با هم رابطه برقرار کرد من هم از ترس آبرو و از اینکه همسایه ها متوجه ماجرا نشن سکوت کردم این نامرد اما موقع رابطه ازم فیلم گرفته بود و از هم این فیلم هم سو استفاده کرد و توی این دو سه ماه اخیر دو سه بار دیگه هم با تهدید مجبورم کرد تا باهاش رابطه برقرار بکنم از طرفی هم ازم خواسته بود که پیگیر پولم نشم که اگه این کار رو انجام بدم فیلم ها رو برای خانوادهام و دوست پسرم میفرسته و اینجوری آبروم رو میبره نسرین میگه الان من بالای دو هفته است که همه راه های ارتباطیم با سیروس رو از بین بردم و در حال فکر کردم بودم که ببینم چی کار باید انجام بدم این دختر میگه بعد از کلی فکر نهایتا تصمیم گرفتم تا به اداره بیام و همه ماجرا رو برای شما تعریف بکنم نسرین میگه خانوادم در جریان موضوع نیستن اما دوست پسرم از همه چیز خبر داره و با هم به شدت دعوا کرده و در حال حاضر هم تصمیم گرفته تا رابطش رو با هم تموم کنه ممورا صورتات این فرد رو هم ثبت میکنن و مشخصات سیروس رو هم از نسری میگیرن ماجرا فقط به این دو شکایت منتهی نمیشه دو نفر دیگه هم تحت عنوان همین موضوع شکایتی طرح کرده بودن که طی بررسی ها و تحقیقات مشخص میشه که به این شرکت مربوط میشده اونها هم عنوان میکنن که افرادی که توی شرکت فعالیت داشتند با ترفندهایی سعی داشتن تا سرمایه اونها رو از طریق نزدیک شدن بهشون بالا بکشن و یه جورایی نخوان تا پول اونها رو پس بدن پلیس بعد از ثبت همه این شکایت ها و اظهارات شاکی های پرونده طی تحقیقاتی که داشته موفق میشه تا دفتر اصلی این شرکت رو که توی خیابان هاشمی نژاد مشهد بوده پلم بکنه و افرادی هم که توی این ماجرا دخیل بودن شناسایی و بازداشت میشن مدیرعامل شرکت موفق میشه تا طی روند دادرسی ثابت بکنه که افرادی که دست به این کار زدن و از این زنها سوء استفاده کردن اونجا صرفا کارمند بودن و به هیچ عنوان هم از طرف شرکت چنین کاری انجام ندادن این مجموعه موفق میشه تا در رابطه با این موضوع بیگناهی خودش رو ثابت بکنه اما ماجرا به همینجا ختم نمیشه محمد رضا و سیروس و دو نفر دیگه هم که به عنوان متهم توی این پرونده ها حضور داشتن توی اداره پلیس در اظهارات خودشون اعلام میکنن که کارهای اونها هیچ ربطی به شرکت نداشته و این افراد بدون اطلاع مجموعه دست به این کار زدن ماجرا اما چیز دیگه بوده و اونها سعی داشتن تا قضیه رو مخفی بکنن پلیس نسبت به این اظهارات قانع نمیشه و موفق میشه تا پروانه فعالیت این مجموعه رو غیر فعال بکنه از طرفی بازجویی که صورت میگیره مشخص میشه که تعدادی از افراد توی شرکت از این قضیه اطلاع داشتن این کار با برنامه ریزی قبلی انجام می شده تا سرمایه مردم و اکثرا دخترها که به اونجا جذب می از این طریق از ازشون دزدیده بشه مامورا موفق میشن تا در رابطه با این پرونده افراد مرتبط با این کارهای غیر اخلاقی رو هم بازداشت بکنن محمد رضا و سیروس اما از اونجایی که نسرین و شیوا به طور مستقیم از این دو نفر شکایت کرده بودن توی اظهارات خودشون بالاخره میگن که اشتباه کردن و گول وعده وعیدهای مجموعه ای که درش فعال بودن رو خوردن این افراد میگن ما برای اینکه شرکت و مجموعه بهمون به قول داده بود تا پول زیادی بهمون به خواهد داد برای همین هم سعی کردیم تا سکوت کنیم و همه چیز رو گردن خودمون بگیریم اما از اونجایی که این افراد به وعده های خودشون عمل نکردن برای همین هم تصمیم گرفتیم تا ماجرا رو لو بدیم محمد رضا و سیروس میگن که این ترفند اون مجموعه بوده که ابتدا اکثرا دخترها رو که سرمایه داشتن رو اونجا جذب میکرده بعد هم کسایی که اونجا کار میکردن مثل ما بهشون نزدیک میشدیم و با انجام یه سری کارها سعی میکردیم تا کاری کنیم که اونها دیگه سراغ پولشون رو seguirá. محمد رضا میگه اشتباه کرده و گول اون شرکت رو خورده و الان هم نمیدونه که باید چی کار بکنه. سیروز هم میگه با اینکه قرار بوده تا به واسطه کارهایی که انجام میداده پول زیادی به دست بیاره اما اون مجموعه هرمی هوای اون رو نداشته و الان باعث شده تا این اتفاقات بیفته. پلیس اظهارات این افراد رو ثبت میکنه و پرونده تمام متهمین حاضر در اداره رو تکمیل میکنه و به دادگاه میفرسته. توی این بازه مامورا نسرین رو که مدعی بوده بهش تجاوز شده رو به پزشکی قانونی میفرستن و طی آزمایش ها تایید میشه که این اتفاق رقم خورده بوده جلسه رسیدگی به این پرونده هم برگزار میشه قاضی پرونده شواهد و مدارک موجود توی پرونده رو به طور دقیق بررسی میکنه و طی جلسات متعددی که برگزار میشه با توجه به شکایت قربانی های پرونده و اظهارات تکراری متهمین حاضر در دادگاه نهایتا پروانه فعالیت این شرکت منحل مدیرعامل شرکت به 10 سال حبس و محمد رضا به اتهام پول و تلاش برای اخفال شیوا و همچنین کلاهبرداری به پرداخت خسارت و ده سال حبس سیروس رو به اتهام تجاوز به عنف و تلاش برای کلاهبرداری و اخفال نسرین به پرداخت خسارت سه سال حبس و اعدام و علی اکبر و محسن رو هم که توی این ماجرا ازشون شکایت شده بوده و اونها هم مثل سیروس با دو دختر دیگه که توی این مجموعه سرمایه گذاری کرده بودن رابطه نامشروط داشتن به 99 ضربه شلاق پنج سال حبس و پرداخت خسارت محکوم میکنه احکام صادره با توجه به جرایمی بوده که توی دادگاه ثابت شده بوده که توسط این افراد رقم خورده خیلی ممنونم که تا اینجای پرونده همراه من بودید امیدوارم که تونسته باشم پرونده رو به بهترین وجه ممکن براتون روایت کرده باشم همچنین پیشنهاد میکنم این پرونده رو که مربوط به آخرین جزئیات ماجرای دختریه که با دوست پسر مادرش دوست شده بوده و مادرش رو میکشه تا اموال اون رو با دوست پسر مادرش بالا بکشه رو تماشا بفرمایید